متشکرم، خسته نباشین. دوستان عزیز البته در تکست نقطه نظرهایی داشتن، کامنت هایی داشتن که من ازشون خواهش کردم که اول گوش بدن به صحبت های شما و بعد اگر کامنت یا سوالی دارن حتما بپرسن. در اینجا من از سیاوش عزیز درخواست میکنم، برای اینکه دوست عزیز ما و بقیه هم یه وقفه بگیرن، یه قطع موسیقی پخش کنن. اگر دوستان سوال یا کامنتی دارن میتونیم 5 دقیقه فرصت بدیم. ترجیح میدیم که اگر ممکنه سوالی دارین بپرسین، اگر نه که خب بین 3 تا 5 دقیقه میتونین صحبت کنین. بفرمایید سیاوش جان، میکروفون برای شما. خب دوستان عزیز اگر مایل هستین، چون دیدم در تکست کامنت های مختلفی بود، میتونین نوبت بگیرین. اگر سوالی دارین، کامنتی دارین. کیان گفتن که
سوالی دارن، ایشون میتونن سوالشون رو بنویسن، من برای دوستمون فرهاد توی تکست در یا خودشون میتونن بخونن یا اینکه براشون در پی ام میفرستم. من معمولا سوالا رو نمیخونم چون این از زبان اون کسی که نوشته و من اون شخص نیستم، من فقط میتونم اینو بدم بهشون که خودشون بخوان و اگر مایل باشن پاسخ بدن. کمونیسم عزیز در مورد دوست ما شعبانی پرسیدین، فرهاد عزیز، ایشون جزو همونطوری که اگر یه خورده زحمت به خودتون بدین و رو لینک بزنین نگاه کنین، عضو کمیته مرکزی کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران هستن. خب کردی عزیز بفرمایید، میکروفون برای شما، خواهش می‌کنم 5 دقیقه. در ضمن اگر دوستانی هستن و خود فرهاد عزیز در رابطه با کارگران صنعتی و دیگر کارگران، من خیلی مایلم که اگر دوستان کامنتی دارن که آیا ما باید این کارگران رو از هم متمایز کنیم، آیا به هم ارجحیتی دارن و چه در این حال که میخواییم این ساختار کارگرایی که در کردستان هستن بدونیم، اما آیا ارجحیتی هست و چه خصوصیاتی رو باید در این زمینه در نظر بگیریم؟ متشکرم. کردی جان بفرمایید. اوکی، خسته نباشی. دم کافر آدم گرم. به نظر من یادآوری کرد بالاخره جنبش کارگری در مناطق کردنشین و ایران، و به نظر من در ایران هرگز اتحادیه کارگری سراسری وجود نداشته و کارگران بهره‌مند نشدن از سیستم بیمه بیکاری و نمیدونم سیستم مثل جاهای دیگر وجود داشته و داره، سندیکای کارگر و اینا اینقدر فعال نبودن. چون من سالهای سال در ایران بودم، موقع کارگر بودم، تمام شهرها گشتم، تمام گوشه کار کرده بودم. دلیلش این است از این اواخر پا گرفت جنبش کردستان بود. بعد جنبش کردستان سندیکای کارگران بود در سنندج و بیمه بیکاری را به بینوایان و اون کسایی که کارگر بودن کاری نداشتن اینا پا گرفت. اون موقع پیکارم خیلی فعال بود در اون رابطه، متاسفانه دیگه بعد از این چی میگن سر بر رژیم شدن اونش کار ندارم، ولی در اون دورانی که در مناطق کردنشین و آزادی به وجود آمد، به دلیل اینکه من خودم اونجا هم کار میکردم، کارگران کردستان خیلی ساعت کارشون بالا بود. اگر یادتون باشه 8 ساعت و اینا نبود، آدم صبح زود میرفت سر دم میدان میبردنش تا ساعت خو چی میگن تاریک میکرد دیگه کار میکردیم. اون موقع فضای آزاد بود. من یادم از من و تعدادی از دوستامان میرسید به ساعت 4 کار ویل میکردیم و یکی یه ویزی هم زیر کتمان بود دیگه، صاحب کار جرات نمیکرد. یادم از اون موقع میگفتین اگر تهدید ما کنید پردنه یه سر کار دیگه زنده نمیمونیم. متاسفانه اینطور بود و در این رابطه است به نظر من خیلی از کارگران دیگر به مسئله این که اتحاد پیدا کردن و کم کم منظورم در این لحاظ دیگر تبلیغ چپ و به آمد دیگه کارگران مثل نانواها، چون که شغل بود و مجبور بودن نانواها این کارگران بگیره، این کارگران متحد شدن، ولی بنیانگذار این اتحادیه بودن. ولی در شهرهای دیگر چرا من میگم این، من دوران شاه میگم، دوران شاه خود کافر آدم یادشه، اگر یادش باشه من نمیدونم، ولی میدان سیروس بود، یه مجسمه بود اونجا بهش میگن دور حوز، یعنی به کردی اونجا نزدیک شاید بگم 200 تا کارگر جمع میشدن، 30 تاشو میرفت سر کار، باقیش پاسبان میامد ساعت 8 به خاطر اینکه شهر فضای شهر را بررسی کردن. این کارگران بیچاره باد کتک میگرفتن، یعنی این بیکاری و این ناعدالتی هم اونجا بود. به دلیل تعویضاتی بود تمام کارخونه ها و ثروت ها سرازیر شده بود، یا مثلا برای شهرسازی تو تهران و اهواز و آبادان و شیراز و دیگه در این دماوند و شرکت ها زیادتر اونجا فعال بود، نه مناطق
مثل آذربایجان یا کردستان یا جاهای دیگر این مناطقه، به دلیل اینکه نتونستن روی استاندارد نبود، عدالت در ایران روی استاندارد نبود، مثلا از لحاظ حتی برجوازیش که بتونه مثلا این ثروت را تقسیم عادلانه بشه، بتونه همه جا را بگیره. درسته اون زمان همش با صاحبش شاه بود، مثلا شرکت غلام رضا و نمیدونم ولیعت و شاه بانو نمیدونم به این اسما بود زیادتر، و اما الان هم شد بیت رهبری همه مناطق کردنشین، اموال مردم مصادره میکردن مدلی اینه که زد انقلابن یا زمین آخاره و اینا، و هنوز است نتونستن در این مناطق مثلا کارگران نظم پیدا کنن، یا کولبری میکنن یا کوره آجرپزی مال کرد در مناطق آذربایجانی است، یا همین کارگرای نان و خانه ها و کارگرای امروز هم خیلی مثلا کار توی شرکت های دیگر هم میکنن فصلی هم زیادت صد و مثل مانند تونل زنی و را و اینا، ولی اکثرا کارگران مناطق کردنشین سرازیر میشن، به دلیل اینکه اون جنبش های بود، جنبش های چپ بود، تونستن یه مقدار آگاه تر بشن در این رابطه، ولی نتونستن به خواسته های خودشون برسن. حتی اونایی که فعالیت های کردن هنشون بهاشم دادن، سالهای سال زندان شدن، سالهای سال شکنجه شدن، بیکاری شدن، خانوادهشون تحت فشار بودن. اینا چون این مناطق خیلی تحت حتی فعالین کارگری در مناطق کردنشین زیر ذره اطلاعات بوده میشه و خیلی خسارت هم دادن در این رابطه. به نظر من این ریشگی قدیمی داره. ایران هرگز نتونسته همینطور حزب و روزنامه و نمیدونم عقاید آزاد نبوده و همینطور هم مسائل کارگری و اینا نتونسته نظم پیدا کنه که به بهبود زندگی مردم برسه. نمونش یه فیلم این مادنچی ها رو ببینیم با اون نبودن ایمن، لباس ایمنی و با اون خورد و خوراکشان تا حقوقای طولانی مدت نتونستم پس بدن. در این رابطه میدوارم دوستای دیگر اطلاعات زیادتری دارن، اگر جاهای اتحادیه بود، اگر کارگران بهرمندتر شدن و شکمشون سیر شدن به ما بگن، ولی خیلی دوستان میان بعض موقع از چپا میگن این شرکت نفت اینقدر ما این بود در پوزه مثلا شهر بیرون کرد، یا مثلا خیلی اتحادیه وسیعی بود، ما اونجا هم دیدیم متاسفانه اینطور نبود. زیادتر این اگر برند قدیم این رژیم را باز والدان تاریخ برد، همه خیزش های عمومی بود، ولی نتونستم تو سو پیدا کنه بالاخره به دلیل این هم جای حزبی و اینا که همه پشت رژیم، حتما پشت رژیم گرفتن، و امروز این رژیم از او بدتر سر کار است و کاری نمیشه کرد تا دوباره سرنگومش میکنن. خیلی ممنون، بفرما مایک فری. کمی احساساتتون رو کوسر کنترل کنید و مایک رو مواظب باشین نگیرین. دوستان عزیز همگی خوش آمدید. کردی عزیز مرسی که صحبت کردین، و اینکه فرهاد شما هم گویا که خواستین صحبت کنین، ولی قبل از اون هر وقت که منظورم فرهاد 36 بود، فرهاد شعبانی عزیز اگر شما خواستین صحبت کنین 5 بزنین. بفرمایید. با عرض سلام و خسته نباشید، به نظر من کارگر تعریف خودشو داره، نمیشه مردم کردستان ایران یا روشلات رو فقط در قالب کارگر تعریف کرد، و به نظر من اکثرا کشاورزی و کارهای دیگه هستش که تا کارگری. اگه ایشون بتونن دوباره این تعریف رو بازگو کنن ممنون میشم. و دومین سوالم اینه که کردستان به مناطقی که ایشون اشاره کردن فقط ختم نمیشه، از مرز بازرگان، خوی، سلماس، ارمیه گرفته تا اون جاهایی که ایشون نام می بردن در قالب کردستان می گنجه. لطفاً اگر بشه به این هم یک اشاره بکنن ممنونم می کازم. فقط برای اینکه که دوست عزیز آقای فرهاد بدونن که
وضعیتی هست، کارگر کسی هست که نیروی کارشو میفروشه و در مدیریت کار دخالت نداره. یعنی کسی که سرکارگر هست کارگر محسوب نمیشه، چون با مدیریت درگیر هست. همین به همین سادگیه. حالا این کسی که نیروی کارشو میفروشه در شرایط مشخص سرمایه‌داری فعلی ممکنه یک معلم باشه که نیروی کارشو میفروشه، یا یک به اصطلاح کارگر ساختمانی باشه که نیروی کارشو میفروشه، یا یک کسی که توی کارخونه کار میکنه نیروی کارشو میفروشه. و هر رو این چیز مشخص کارگری، حالا این توی مزرعه کار میکنه، نمیدونم توی هر جا کار میکنه، فرق نمیکنه. اگر در مدیریت دخالت نداشته باشه و نیروی کارش رو بفروشه، این کارگر همین ساده. خب عزیز، شما از این کامپیوتر دونستید. فرهاد شعبانی عزیز، شما هر وقت دوست داشتید که صحبت کنید یک عدد 5 من لطف کنید، من میکروفون در اختیارتون میذارم. کمونارد عزیز بفرم، میکروفون خدمت شما. با درود و خسته نباشید، امیدوارم که بعد صدام هست. من الان یه فقط سوال داشتم، بعد یه خورده بیشتر بگذره صحبتم میکنیم روی جمع موضوع. سوالم اینه که این بخشایی که مناطق آزاد تجاری هست توی کردستان، میخواستم اگه اطلاعاتی در این مورد هست به ما رفعون بده، و بعد در مورد این فرقشون با این شرکت‌های شرک صنعتی چیه؟ به اصطلاح اینا فعالیت میکنن، آیا اینا هم تو همون کاتگوری هستن؟ بعد به اصطلاح نقاط مثبت و منفیش چیه؟ چون بعضیا میگن واسه این که به اصطلاح کردستان پیشرفت کنه اینا خوبن، و به هر حال نگاه های دیگه هم توی این موضوع هست. گفتم که اینو بسپارم دست خود شما در این مورد توضیح بدید. مرسی، خیلی ممنون. حالا توی بحث ها دوباره شرکت کنم. مرسی، مایک آزاد. خیلی ممنون رفقای عزیز. من چند تا سوال دریافت کردم، اگه صدام برسه خوشحال میشم که این چند تا سوال رفقا رو پاسخ بدم. یکی این که مناطق اصلا کردستان کجاست؟ من اول صحبتام هم توضیح دادم. ما در ایران استانی رو داریم به اسم استان کردستان و مناطق کردنشین رو داریم، و طبیعتاً دو تا استان دیگر، سه استان دیگر از استانهای غرب کشور درش کردها زندگی میکنن: ایلام، کرمانشاه، استان کردستان، آذربایجان غربی، که همونطوری که دوست عزیزمون فرهاد 36 گفت از ماکو بازرگان شروع میشه، میاد میره تا نزدیکای قصر شیری. اینا مناطق کردنشین. منتها در دل این مناطق کردنشین ما یه استانی رو داریم که بهش میگن استان کردستان، کامیاران، سقز، بانز، ملیوان، دیوان درست، قروه و بیجار. اینا این استان کردستانه. ما جلسه بعد نشست قبلیمون اگر رفقا یادشون باشه در رابطه با مسائل منطقه‌ای صحبت کردیم. در دل بحث بر سر مسائل منطقه‌ای بحث جنبش کارگری و کارگران و مبارزات کارگران پیش اومد، و ما پیشنهاد کردیم خب حالا بیایم یه بحثی هم در مورد خود کارگران تو کردستان بذاریم. ببینید کردستان هم مثل بقیه نقاط ایران یک جامعه طبقاتیه که سال 1341 و بعد از اصلاحات ارضی و انقلاب سفید از یک جامعه بقایای فئودالی به یک سیستم سرمایه‌داری ملحق شد، و رابطه کار، مناسبات بین کار و سرمایه است توی این مناطق. دیگه خیلی دیر شده اگه کسی یا رفقای یا دوستانی امروز بعد از 37 سال از قیام مردم در سال 57 میگذره بیان بگن
آیا تو کردستان کارگر داریم؟ من همون تعریف رو دارم که رفیقمون تعریف کردن. اون کسی که نیروی کارش رو میفروشه و خودش صاحب هیچ سرمایه‌ای نیست، این از نظر من کارگر. حالا این کارگر صنعتی، خدماتی، کشاورزی، تو بخش‌های دیگه کار میکنه و فعلا ازش میگذره. و بنا به این تعریف اکثریت ساکنین کردستان و مناطق کردنشین در ایران کارگرن. بنا به این تعریف اکثریت شهروندان ساکن کردستان کارگرن. در خود استان کردستان که 1,600,000 نفر جمعیت داره و در شهری مثل شهر سنندج، خود شهر نه روستاهای اطراف، 414,069 نفر آمار آخرین آمارش جمعیت داره، اکثریتش کارگرن. بزرگترین محله حاشیه‌ای ایران در حاشیه شهر سنندج قرار داره و اسمش هم نایسره، با 50,000 نفر جمعیت و در حال رشد جمعیت. بنا به دلایلی اکثریت مطلقش کارگره. این کارگرها تو کردستان توی صنایع کارخونه های صنعتی مثلا بزرگ نیستن، کارگرای صنایعی که بالای 100 کارگر دارن و زیاد هم نیستن. منتها تو کردستان تراکتورسازی وجود داره، زوباهن وجود داره، پتروشیمی قراره تو کردستان اگه جمهوری اسلامی جرأت این کار رو داشته باشه و حاضر باشه برای توسعه اقتصادی سرمایه گذاری بکنه زنده بشه. سقف سازی ون وجود داره، بتون سازی وجود داره، کارگران ساختمانی وجود داره. اینا رو با جزئیات میگم که بگم کارگران تو کدوم بخش‌ها هستن. ما در کردستان جهت اطلاع رفقا 10% از طلای کشور در ایران تو کردستان تولید میشه. سنگ آهن داریم که سالیانه 62 میلیون تن سنگ آهن برای کل ایران تو کردستان تولید میشه. کارگران کشاورزی رو داریم، از جمله کارگران کشاورزی رو داریم که توت فرنگی کل ایران در کردستان تولید میشه و اینا رو کارگران کشاورزی در کردستان تولید میکنن. فرش های زیبایی که زیر پای من و شما و خیلی های دیگر هستن توی کردستان توسط کارگاه های کوچیکی که توسط بهزیستی و کمیته امام اونجا تشکیل شده و زنان قالیباف رو به شدت استثمار میکنن، بهترین فرش های ایران و حتی فرش های صادراتی رو در شهرهای سنندج و بیجار و روستاهای اطرافش تولید میکنن. جهت اطلاع رفقا سالیانه 58,000 نفر از کردستان برای کار در شهرها و بخش های دیگر ایران مهاجرت میکنن. 150,000 تحصیل کرده بیکار ما داریم توی کردستان. بنابراین امروز اگه کسی یا رفیقی دوستی بیاد بگه آیا در کردستان کارگر داریم، خب اشتباه میکنه دیگه، نباید اینو بگه، چون کارگر اکثریت شهروندان کردستان رو در بر میگیره. فکر کنم آرمان 36 برام نوشته بود که گفتید چون دفعه قبل گفتید 500,000 نفر سنندج. ببینید سنندج 414,069 نفر خودش شهر جمعیت داره، با روستاها 501,330 و خورده یک اشتباه نکنم آخرین آمار جمعیت داره. بنابراین در این تردیدی نباید کرد که اکثریت جمعیت ساکن در کردستان، تازه من بخشای بسیار زیادیش رو نگفتم و شهرکای صنعتی نگفتم، از 12 گذرگاه مرزی، گذرگاه های مرزی یا بازارچه های مرزی که از ماکو و سوما برادوس تا میرسه به یک گذرگاهی در جنوبی ترین منطقه کردستان به اسم پرویزخان در نزدیکای قصر شیرینینا هستش، ساخته جمهوری اسلامی و در پاسخ به رفیقمون کمونار باید بگم که در نظر داره مجلس ایران که 2 از این بازارچه های مرزی رو که به این مراکز تجاری تبدیل بکنه.
تفاوتش با شرکای صنعتی که میگن برای توسعه کردستان خوبه، اونم اینه که قانون کار درش حکم نمی کنه. اونجا هر طوری که دلشون بخواد کارگر رو استثمار میکنن. به اضافه این که دستمزد رو خودشون تعیین میکنن، قراردادهای دست جمعی وجود نداره، فردیه، ساعت کار کنترل شده نیست و این به نفع سرمایه دارن و این باعث توسعه نمیشه. در شرایطی که درصد بیکاری مطابق آخرین آماری که یکی از نمایندگان به اصطلاح مجلس به اسم حسن علوی، نماینده به اصطلاح مردم شهر سنندج و دیواندره و کامیاران اعلام کرده، درصد بیکاری در کردستان بالای 50%. در چنین شرایطی میخوان مناطق آزاد تجاری رو در دو نقطه، یکی در سیران بندی و یکی در پنجوین، یکی مرز بانس یکی مرز مریوان، ایجاد بکنن که به قول خودشون ایجاد اشتغال بکنن، اما با شدت استثمار بسیار بسیار بالا در اون مناطق. البته حتی هنوز هم رضایت ندادن بید. بنابراین در پاسخ به این سوالات و این ملاحظات رفقا، اولا تعریفم از مناطق کردنشین همونیه که عرض کردم، تعریفم از کارگر همونیه که عرض کردم، و نتیجه گیریم اینه که در کردستان اکثریت شهروندان مناطق کردنشین ایران که شاید بیش از 8 میلیون نفری، بیش از 10% جمعیت ایران در مناطق کردنشین زندگی میکنن کارگر و نقش تعیین کننده ای در تحولات سیاسی در ایران و کردستان. فعلا تا اینجا خیلی ممنون، اگه سوالی بود در خدمت رفقا هستم. مرسی فرهاد عزیز، تشکر. خب دوستمون کومو دست بالا کرد. کومو هستید از اینکه کامپیوتر بفرمایید، میکروفون خدمت شما. راستی که سوال من دارم، نمیدونم موقعش هست که سوال میکنم یا نه، ولی به هر حال اگه دیدید موقعش نیست رب کنید بهم بگید. من برام جالبه که چرا آقای شعبانی میخواد کارگران کردستان را در ایران مشکلات تشکلیشان را توضیح بده یا راه های تشکل اونها را توضیح بده، در حالی که سازمان کردستان حزب کمونیست ایران کومله یک حزب کمونیست، یک سازمان سراسری است. چرا فقط میخواد ایشان در کردستان این مسئله را توضیح بده؟ راهکارهایی در مورد ایران ندارند سراسری، فقط در مورد کردستان چون یک سازمان محلی است توانسته این راهکار را پیدا بکند، یا نه چیز دیگری است؟ بعدش چرا به نام شما از طرف کومله این کار را انجام میدید یا از طرف حزب کمونیست ایران اساسا؟ دومین سوال اینه، شما عضو کومله اید یا عضو حزب کمونیست هم هستید؟ اجازه بدیم من کمای عزیز، ایشون به عنوان حداقل اون چیزی که من میفهمم و ایشون دعوت کردیم، به عنوان کسی که عضو به اصطلاح کمیته مرکزی کموله هست و کموله چون بخشی از حزب کمونیست ایران هستش، ایشون راجع به بخشی که داره صحبت میکنه بخش کردستانه، چون کموله که ایشون عضو مرکزیتش هست بخش کردستان حزب کمونیست ایران هست و ما ازشون درخواست کردیم که بیان و راجع به اون منطقه خاص با ما صحبت کنن. ما ازشون نخواستیم بیان راجع به سراسر ایران و وضعیت کل طبقه کارگر در ایران صحبت بکنن. مسئله دقیقا در این قضیه میگذره. امیدوارم که جواب شما داده شده باشه. خب آرمان 36 بفرمایید، میکروفون خدمت شما. با سلام و خسته نباشید به همه عزیزان، به خصوص رفیق فرهاد خسته نباشد. رفیق فرهاد من دو تا سوال دارم. ببین یکی این که البته اینو بگم، شما اون نوشته منو بخشیشو خوندید،
سری قبل شما اعلام کرد سنندج یکی از اولین شهر ایران میشه گفت از نظر حاشیه نشین، که بعد اعلام کردید 500,000 حاشیه نشین داره. من سوال کردم حاشیه نشین رو جزء جمعیت حساب نکردید با توجه به گفته قبلیتون؟ منظورم این بود. این یه سال که برای روشن شدن ذهن خودم بیشتر میپرسم، که شاید من اشتباه شنیدم اون رقم قبلی رو. بعد من نمیخوام با این سوال دومی نقش واقعی کارگران کردستان رو در تشکلیابی در مناطق دیگه و تلاششون برای پیوند زدن تشکلها کمرنگ کنم، اینو قبول دارم، اما صرفا اینو شما رو بیان کردید که نقش اصلی و عمده رو در ایجاد تشکل‌های دیگه در ایران در واقع تلاش‌های کارگران کردستان داره، در صورتی که همزمان با اولین تشکل کارگران در کردستان ما تشکل کارگران اخراجی تهران و هومه رو داریم که اتفاقا نقش بسزایی در تشکل‌یابی کارگران در تهران و مشخصی از شهرها و استانهای دیگه دقیقاً در کرج هم ایفا کرد و از دل کارگران اخراجی و بیکاران تهران و هومه در واقع چند تشکل بیرون زد. نباید نقش تشکل‌های کارگری دیگر رو نادیده بگیریم، ضمن اینکه به تلاش و در واقع حرکت کارگران کردستان من احترام می‌ذارم و تلاششون رو مثبت می‌دونم، اما این به معنای این نیست که تلاش دیگر کارگران رو نادیده بگیریم. نظر شما چیه؟ ممنون، من میام پایین. سلام دوستان، خسته نباشید. خیلی ممنون. من فقط خواستم این توضیحی بدم، شاید در اول جلسه باید داده می شد. که فرهاد شعبانی عضو کمیته مرکزی کومله است، همون جور که سیاوش گفت کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایرانه، یعنی ما در کومله کنگره خودمون رو داریم، حزب کمونیست هم کنگره داره که عضو کومله است، اتوماتیک عضو حزب کمونیست ایرانه. ما کسی به اسم عضو کومله نداریم، تمام اعضای کومله عضو حزب کمونیست ایران هستند. ولی خب به دلیل موقعیتی که کومله داره ما کنگره های جدایی میتونیم داشته باشیم که افراد حزب کمونیست ایران هستند که در اون کنگره ها برنا شرکت میکنن و رأی میدن و کمیته مرکزی انتخاب میکنن. همون جور که سیاوش هم گفت بحث در رابطه با کردستانه و اینکه کاک فرهاد به کردستان میپردازه دلیلش اینه که درخواست شده ازش، دلیلش این نیست که مثلا ما یا کاک فرهاد یا این تفکر ناسیونالیستی کردستان رو داره بزرگ میکنه، داره از کارگر کرد حرف میزنه ولی با کارگر ایرانی و بخشای دیگه کار نداره. قطعا اگه دوستان لازم بدونن، حالا کاک فرهاد هم خودش توضیح میده، ما راستش هیچ مشکلی نداریم در مورد کارگران دیگر هم حرف بزنیم و استقبال میکنیم از این بحثا. کاک فرهاد هم خودش نوشته هر بحثی باشه ما استقبال میکنیم، حاضر به دیالوگ هستیم، مشکلی هم نداریم در این رابطه. ما اومدیم، به هر حال کاک فرهاد اومده اینجا که جواب سوالا رو بده، جواب بحثا رو بده و دوباره ازش تشکر میکنم. تشکر از سیاوش و پرواز عزیز. بفرمایید. مرسی علی جان، خسته نباشید. به هر رو دوستان خسته نباشن. فرهاد جان بفرمید، میکروفون خدمت شما. خیلی ممنون رفقای عزیز. ببینید واقعا من نکته ای رو خدمت رفقا بگم، من خودم شاید بعضی از رفقا با من آشنایی نداشته باشن، من یکی از فعالین جنبش کارگری در ابعاد سراسری خودم رو تعریف میکنم و اینجوری هم هستم، شاید یه مقدار فراتر از اونم هستم. منتها سابقه موضوع رفیق عزیز، رفیق، کمونیسم به این برمیگرده که ما یه شب داشتیم در مورد مسائل عمومی کردستان، چهار بخش کردستان بحث میکردیم، بحث به اینجا کشید به موقعیت طبقه کارگر در کردستان، تاریخچه مبارزاتش، اینا. من اعلام آمادگی کردم، گفتم در مورد این موضوع من حاضرم. نمیدونم شما تشریف داشتین یعنی با آغاز بحث یا نه. این به هیچ عنوانی به معنای این نیست که من تا
تمایل دارم که صرفا مسائل و مشکلات کارگران رو در کردستان توضیح بدم. حالا ممکنه زحمت این رفقا رو زیاد بکنم. من یکی از اون کسایی هستم که خیلی دلم میخواد در رابطه با موقعیت جنبش کارگری در ابعاد سراسری و موانع پیش پای جنبش کارگری در بعد سراسری صحبت بکنم و دیالوگ بکنم. منتها چون بحث به طور مشخص در رابطه با کردستان، خب شما باید حاشیه روی نکنی دیگه، حاشیه نری، روی این بحث متمرکز بشی، بگی تاریخ این جنبش از کجا آغاز شده، موانعش کدوم ها بودن، راهشو چجوری پیدا کرده، چجوری با این رژیم دست و پنجه نرم کرده، تاکتیکاشو چجوری اتخاذ کرده و تلاش کرده در بعد سراسری چه نقشی ایفا بکنه. مگر اینجا رفیقی بیاد بگه آقا جون، مثل رفیق آرمان گفت شما نباید صرفا به موقعیت کارگران و مبارزات کارگران و تلاشای اونا اشاره بکنی. مگه کسی در مضمون بحث من ایراد بگیره؟ بعد اگه به مضمون بحث رفیق ایراد داره، من با کمال میل، و الا چرا به این میپردازم؟ به خاطر اینکه توافق کردیم با رفقا پرواز و رفقای دستندرکار که امشب رو به طور مشخص و به طور متمرکز سر این قضیه صحبت بکنیم. آیا راهکارهایی در مورد ایران داریم؟ بله که به عنوان حزب کمونیست ایران به طور مشخص در رابطه با جنبش کارگری ایران صحبت داریم. من آمادم با کمال میل استراتژی حزب کمونیست ایران در جنبش کارگری ایران رو بیام اینجا به بحث بذارم. اگه ایرادی داشت، کمبودی داشت، ملاحظاتی بود، در مورد اینا با رفقا بحث بکنم. من عضو حزب کمونیست ایرانم، در این حال عضو کملام هستم. از زاویه عضویتم در حزب کمونیست ایران عضو کملام هستم. رفقا میل دارن که بریم سر فرصت دیگه، من متاسفانه امشب فرصت زیادی ندارم که تمنا کردم از رفقا تا یک ساعت معینی بمونم. رفقا میل دارن در مورد جنبش کارگری ایران، موانعش، مشکلاتش، ظرفیتهاش، تواناییهاش با هم بحث بکنیم. خب یه قرار دیگر هم بذاریم سر این قضیه صحبت بکنیم. و الا چیز خاصی نیست که امشب من به طور متمرکز سر مسائل مربوط به جنبش کارگری کردستان صحبت کردم. در مورد رفیق آرمان عزیز، در مورد این عدد ممکنه یا من اشتباه گفتم یا شما اشتباه شنیدید. سنندج جمعیت خود شهر همونطوری که عرض کردم 414,000 نفر جمعیت داره، محلات حاشیه نشین داره حدود 8 تا، بزرگترینش نایسره که 50,000 نفر جمعیت داره. کل سنندج با روستاهاش 501,000 نفر جمعیت داره. این سنگه و این درست. و من دلم میخواد که تلاش فعالین کارگری و جنبش کارگری، اصلا جنبش کارگری ایران، از دوره‌ای که یعنی از اون روزی که مظفرالدین شاه روی تخت بیماری و نزدیک به مرگش فرمان مشروطه رو امضا کرد، از اون لحظه به این سو من آمادم درباره جنبش کارگری ایران صحبت بکنم. خیلی هم علاقمندم بهش. بارها بارها از زوایای گوناگون این تاریخ رو مطالعه کردم، چه دوره رضا شاهش، چه اون سالهای سیاهش، چه دوره بین 20 تا 1332، بعد از کودتای 28 مرداد تا 41، از 41 هم تا 50 و از 50 تا 57 رو. خیلی علاقمندم بهش که بیایم با هم صحبت بکنیم با کمال میل. هر موقع شما خواستید من در خدمت. صحبتی ندارم فعلا. مرسی فرهاد شعبانی عزیز. شما اگر لطف کنید فرهاد جان، شما اگر لطف کنید خودتون بگید من میخوام فرزن از جنبش مشروطه تا فرزن 1320
یه برنامه بذارم از 1320 تا 41 یه برنامه بذارم، از 41 تا حالا یه برنامه بذارم. اگه اینو خودتون تقسیم کنید روی این فرض، هر جوری که دوست دارید، ممکنه به اصطلاح بخواید که طوری دیگه ای باشه، هر جوری که دوست دارید خودتون اینو تقسیم بندی کنید، ما در خدمتتون هستیم. شما خودتون وقت رو تنظیم کنید که چه موقع وقت دارید، چون ما میتونیم خودمون رو با شما تنظیم کنیم. و اگر هم به اصطلاح اختلال بیفته با سخنران دیگری، خدمت شما عرض کنم، اونو بهتون میگیم، میتونیم عوضش کنیم. و هر رو اینو اگر لطف کنید با پرواز در رابطه که هستید اینو چیز کنید، اینو ما به صلاح تنظیم میکنیم برای دوستان، به دوستان خبرش رو اطلاع میدیم که چه روزهایی هست و ما در خدمت شما و دوستان عزیزمون هستیم، برای اینکه هم به گفته های شما گوش کنیم و هم به نظر دوستان در این بخش گوش کنیم. به هر رو اینها تاریخچه از مبارزات طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران هست، به هر رو باید بهش نگاهی بشه و باید ازش این تجربیاتی رو ما به دست بگیریم و به پیش بریم. یه چیز دیگه خدمت دوستان عرض کنم این هستش که دوستمون فرهاد شعبانی تا حدود 1 ساعت و 7 دقیقه دیگه در کنار ما هستن. ایشون جای دیگه باید به صلاح حضور برسونن و ما توی این 1 ساعت و 4-5 دقیقه که خدمت ایشون هستیم میخوام حد اکثر استفاده رو بکنیم. اگر دوستان لطف کنن و بحثاشون رو خیلی کوتاه و جمع و جور ارائه بدن، ما میتونیم به اصطلاح این بحث رو امروز تا 1 ساعت و خورده دیگه به پایان برسونیم و در آینده ما از فرهاد عزیز خواهش خواهیم کرد که در کنار ما باشن و از وقت و دانش ایشون در رابطه با مسائلی که مطرح هست، چه اساسا مسئله طبقه کارگر که مطرح ما امروز بود، طبقه کارگر کردستان یا بخش کردستانی طبقه کارگر ایران، و هر رو بتونیم استفاده کنیم. من از کمونارد عزیز خواهش برم که میکروفون رو بگیرم. بفرمایید عزیزم. با درود دوباره میتونن یه مقدار در مورد این که به اصطلاح صحبت های اولیشون کردم، من نبودم اونا، مثلا اونو از مشکلاتی که به اصطلاح صد رای یک اتحادیه آزاد میشه، من مطمئنم که حتما این صحبت رو کردن تو صحبتشون. به هر حال یه تاریخچه‌ای داره این اعتراضات و اینها. البته من مخالفتی با این قضیه ندارم که راجع به مناطق مشخص و هر جای کشور، تهران باز خودش یا کردستان صحبت بشه، همه اینها اون خودریز صحبت هایی که میشه اونا میتونه از تجارب آدم استفاده کنه. ولی با توجه به اصطلاح سرکوب شدیدی که تو کردستان بود و پراکندگی مراکز تولیدی، من نمیدونم تا چه حد اونجا بعض به اصطلاح میتونه بهتر باشه. من میکروفون رو در اختیار پرواز میذارم. خیلی متشکرم دوستان عزیز، همگی خسته نباشید. من فکر کردم که شاید لازم باشه من میکروفون رو بگیرم، ضمن تشکر از همه شما، به خصوص فرهاد شبانی عزیز و علی رموزی عزیز که به هر حال کمک کردن که بتونیم ما این بحث رو داشته باشیم. این بحث به خصوصیه که بعد از صحبت اولیه فرهاد عزیز که فایل‌های صوتیش رو به صورت یوتیوب در سایت من گذاشتم، ایشون پیشنهاد کرد و من فکر میکنم که بحث بسیار خوبیه. من ضمن تشکر از ایشون دفعه گذشته
این دفعه هم قبل از شروع برنامه این رو به اطلاع همه دوستان رسوندم. اگر کسایی هستن که دوست دارن مسائل دیگه بحث بشه، ضمن اینکه ازشون درخواست میکنم که بحث ما رو به هم نزنن، برای اینکه از خیلی وقت پیش این دوستان اینجا بودن، نمیدونم از 1000 سال پیش که ما در گفتمان برنامه داشتیم شما هم بودین دوست عزیز، و اینکه وسطی رو بگین آقا من نمیدونستم چرا همچین بحثی گذاشته، این واقعا قابل قبول نیست. به این صورت از شما حداقل این قابل قبول نیست که بیاین بحث رو بخواین به هم بذارین، بگین چرا به من اطلاع ندادین. بعد از این وقتی میخواین بحثی بذارین، اول بذارین من توشیه ملوکانه بکنم. ببخشید من اینجا دیگه مجبورم این حرفو بزنم. من هیچ وقت به دوستان در این زمینه های اعتراضی نمی کنم، ولی وقتی که شما اینجا بودین و امکان این بوده میتونین تو سایت برین، واقعا این مسئله غیر قابل قبوله که به این صورت بیان و بخواید بحث رو مقدوش کنین. اما دوستای دیگه که تازه اومدن و نمیدونن، از اونجایی که این رو باید خودشون بدونن، کسایی که میگن چرا این بحث رو گذاشتین، خب دوست عزیز اگه شما بحث این، ما همیشه اینجا گفتیم اگه میخواین پیشنهاد بدین شما بیاین راجع مسائل دیگه صحبت کنیم. و همونطور که سیاوش گفت در تایید حرف اون، وقتی که یک جسمی رو، یک ابجکتی رو شما میبینین، هر کسی از یک زاویه نگاه میکنه. برای اینکه ما بتونیم اینو قشنگ پرسپکتیوش رو ببینیم، باید از تمام زوایا به اون توجه کنیم و ببینیم نظر همه رو بشنویم. به هر حال ولی این مسئله است و دوستان میتونن نظر بدن در مورد دوستی که اصرار میکنن و به اعتراض میخواستن که از روم برن. دوست عزیز شما در تکست توجه نمیکردین. وقتی تکست میزنین، اگر ما چون اینجا به خاطر اشکالایی که پیش اومد و مسئله بوده اینجا نمیتونین لینک بزنین، و وقتی که یک چیز بلند بالا میزنین، تکست بلند بالا میزنین و لینک داره، میگه که تکست شما فرستاده نشده و شما توجه نکردین. این تکست رو من برای دوستمون فرهاد شعبانی فرستادم و ایشون من خیلی از این روشی که دارن که مسائل رو میخوان باش روبرو بشن و پاسخ بدن، تکست ایشون رو هم برای شما فرستاده شد که پاسخ شما رو خواهند گفت و خواهند داد به اون صورتی که دلشون میخواد. برای این نخواهین که غرب بکنین، اجازه بدین ببینین چه خبر شده، یکم چشاتون رو وا کنین و اونور رو نیا کنین. ببخشید من کمتر میام یه همچین کامنتی میدم، ولی دیگه مجبور شدم. خیلی متشکرم از توجهتون، و اگر به لینک گفتمان توجه کنین، اونجا شاید خیلی از جواب خیلی از سوالا هست. متشکرم و تمام. مرسی پرواز از توضیحات شما. دوستان بعضی هاشون دیگه مشکل خودشون دارن. خب آدرای عزیز بفرمایید، میکروفون خدمتش. با درود به رفیق فرهاد شعبانی و خسته نباشید به این رفیق، و با درود به حاضرین در روم و خسته نباشید به آدمین های عزیز. صحبت های من یه توضیح کوتاه و یک سواله. توضیح در مورد تعریف پرولتاریا است که به نظر من کسانی که طبقه کارگر در کردستان نفی میکنن و یا کارگر بودن را فقط با صنعتی بودنش تعریف میکنن، درک درستی از پرولتاریا ندارن. یعنی اونطوری که انگلس در اصول کمونیسم تعریف کرده، پرولتاریا آن طبقه است که از جامعه که تماما به واسطه فروش نیروی کار خود به حیات ادامه می دهد و سود ایزن و سرمایه منتفع نمی شود. طبقه ای که خوشی و درد، زندگی و مرگ و اصولا کل موجودیتش به تقاضا برای کار و از این رو به تغییر فصول خوب و بد، کسب و کار و نوسانات رقابت افسار گسیخته بستگی داره، و پرولتاریا آن طبقه ای است که از طریق فروش نیروی کار به زندگیش ادامه می ده. و اینا برها تعریف پرولتاریا است از نظر انگلس، و طبعا طبقه کارگر کردستان هم شامل این تعریف میشه. و اگه مناسبات تولیدی را در کردستان
سرمایه‌داری بدونیم، پس دو طبقه اصلی در مقابل همدیگه قرار میگیرن، طبقه کارگر و سرمایه‌دار. حالا کارگر فصلی باشه یا کارگران کور خانه باشن یا کارگران ساختمانی باشن یا بخشای تولیدی دیگه. ولی سوال من در رابطه با گرایش کمونیستی بود در میان کارگران کردستان که از رفیق فراد میخوام جواب بده. آیا گرایش کمونیستی در میان کارگران کردستان و فعالین کارگری تونسته به یک گرایش غالب در کردستان تبدیل بشه با توجه به نقش کمونیست ها در کردستان؟ مرسی، این سوال من بود. مرسی آقای عزیز. ماهور شما نتیجه کامپیوتر هستید عزیز؟ بفرمید میکروفون خدمتشون. با درود و ماهور شما میکروفون از دستتون افتاد. هستید نزدیک کامپیوترتون؟ صدای من را دارید؟ عدد دو لطف کنید بفرمید میکروفون بگیر. با عرض معذرت، سوال من به طور مشخص از دوست عزیزمون این هستش که امروزه در سطح جنبش کدام کد چپ یا غیر چپ هر گونه حرکتی رو که در کردستان صورت میپذیره اون رو یک جریان ناسیونالیستی بهش اطلاق میکنن. اونم از این زاویه هستش که مطرح میکنن که بنا به تعریف کلاسیکی که ما از حزب داریم، حزب آن تشکلی است که یک رابطه گسترده و وسیع با تمامی اقشار جامعه داشته باشه. این تعریف کلاسیکی هستش که حداقل من درک میکنم از حزب. ولی میدونیم که واقعیتش این هستش که احزابی که خودشون رو حزب کمونیست میدونن و به طور مشخص در کردستان الان هستند، هیچ گونه رابطه وسیع و گسترده‌ای با اقشار کامل جامعه ندارن و به همین دلیل هم هستش که اگر حرکتی از طرف این جریان صورت میپذیره، مخالفین این جریان یا مغرضین این جریان به عبارت دیگر بهش برچسب ناسیونالیستی میزنن و بهش برچسب جدایی میزنن و غیره و زاله. خواستم اینم که دوست عزیزمون در این راستا برنامه‌ای که آیا کلن مثلا هورایزن برنامه حزب آیا فقط در همین چهارچوبه کردستان قراره که حرکت بکنه و فعالیت بکنه، یا اینکه نه این برنامه میتونه یا در دستور کار حزب هستش که این برنامه رو، برنامه عملیش رو در سطح جامعه مثلا گسترش بده و سعی کنه که در اون راستا حرکت بکنه. این از این زاویه هستش که من دیدم که شنیدم در اتاقهای مختلف هر گونه حرکتی که در کردستان صورت میپذیره خیلی سریع میگن که یک جریان جدا جایی طلب هست یا یک جریان ناسیونالیستی هست و اینا چون فقط در کردستان دارن حرکت میکنن غیر ازاره. پس میگم که نظر شما در این راستا چی هستش و اصولا تعریف مشخص شما از حزب چی هستش؟ خیلی ممنون. مرسی عزیز. شما دماوند عزیز، شما نزدیک کامپیوتر هستید عزیزم، بفرمایید میکروفون خدمت شما. سلام به رفقا، خسته نباشید، همچنین رفیق فرهاد شعبانی، خسته نباشید جناب. چند تا سوال داشتم اگر بتونم اینا رو فشرده. سیاوش جان فقط منتظر جواب بمونیم. وقتی ما از طبقه کارگر صحبت میکنیم رفیق فرهاد شعبانی، اینو باید از نظر ساختار تاریخی هم جایگاه خودش نشون بدیم. یعنی ساختار تاریخی حداقل قدمت تفکر و تئوری که طبقه کارگر میتونه به ما نشون بده که این از کدام ساختار بیرون اومده خودش باز شرط هست. اگر
موضوع را از این زاویه به حرکت در بیاریم، تاریخ طبقه کارگر در اروپا و شکل و احیای اون به شکل کلاسیک مشخص است و الان هم که مشخصا نمیتونیم بهش بپردازیم به علت زمان، ولی برمیگردیم به طبقه کارگر کشور خودمون. مشخصا طبقه کارگر ما از روند کلاسیک بیرون نیومده، یعنی از یک روند بورژوازی وابسته در رابطه با سرمایه‌داری جهانی هست که زمینه بازار در درون ایجاد کرده و از طریق روستا نیروها آزاد شدن و به درون کارخانه ها از ابتدا، حالا اگه از قرن 18 ما اون رصد بکنیم تا به امروز وارد شدن، اون هم به علت نیازمندی های به اصطلاح و بهره برداری خود امپریالیسم جهانی هست. خب ذهنیت طبقه کارگری که از رشد کلاسیک، وقتی ما از کارگر صحبت میکنیم عینیت تاریخی داره، یعنی عینیت ها رو اول تفکیک میکنیم، بعد اون شاخص ها و زوایای فکری و روانی و همچنین نحوه شکل و آنتاگونیسم تاریخی را در مبارزه، که اینا همه مؤثر هستن. چرا فرض بفرمایید امروز صحبت از این هست که در ایران سندیکا به اون شکلش وجود نداره؟ بالا اگر بگیم ظرف این 30 خورده سال سعی میکنن اون سندیکای را، البته این سندیکا بر اثر فشارهای عینی فعلی هست که سفارایی داری میشه، ما سندیکا داریم تاریخش مشخصه 1906. حالا ما خوب سازماندهی سندیکا رو الان نمیخوایم بهش بپردازیم، تو دوران مشروطیت شروع شده، ولی آیا تو کشور عقب افتادهی مثل ایران که در اون هنوز فودالیزم ریشه‌کن نشده، درسته که ما به دامن سرمایه‌داری پرتاب شدیم و بدون اینکه خاص خود ما باشه، تو کشوری که قشر ارتجای مالکین اراضی همین الان به حمایت روحانیون وجود داره، کشوری که سرمایه‌دار و رباخارش تا اعماق مناسبات اقتصادی سایه انداخته، آیا میتونیم بگیم که ما یک جنبش سندیکایی در درجه انکشاف تئوریک داریم که سفارایی بکنه؟ اینها رو من اینجوری رصد میکنم از نظر تاریخی، به خاطری که عقب افتادگی تاریخی طبقه کارگر خودش یک موضوع هست، یعنی نادانی سیاسی توده های زحمتکش اجازه نمیده که در قلمرو سندیکایی حداقل بگم اون کار فعالی را که ما از نظر ذهنی و عینی میخوایم تا حالا نشون داده باشه. و شاید بتونم تو یه تیترم بگم علت اصلی تمام ناکامی ها و شکست های جنبش های گذشته ما از مشروطیت تا امروز، اولا همین ناتوانی رهبران و روشنفکران در شناسایی ویژگی های جامعه ما هست، حالا یا الگو برداری یا الی آخر در تدوین استراتژی خودشون. یعنی منظورم این است رفیق شعبانی که ناتوانی در فهم ناسازگاری بنیادی سیاست انقلابی، این یک ساخته، یعنی درک و پیچیدگی از مبارزه سیاسی این نیست که ما بگیم فلان حزب بهمان حزب و فلان سازمان. چرا؟ چون ساختار تاریخی عاملش بر اساس ذهنیت فرد و سازمان حرکت نمی کنه. شما خودتان هم بهتر از من می دونید که اینها ساختار و فرایند هست. خب حالا یه تحلیل مشخص شما بخواید بدید از کجا باید شروع کنید؟ آیا نباید خود طبقه کارگر ایران را ما اول تجزیه و تحلیل کنیم تا بعد اصولا از نظر جایگاه تاریخی ببینیم این در چه شرایطی است و در رابطه با مناسبات میتونه چه کاری را در تاریخ به عنوان عینیت انجام بده، نه ذهنیت؟ من سوالم تا حدودی شاید مشخص باشه، حالا منتظر هستم تا رفیق فرهاد شعبانی جوابی بالاخره در راستای خودشون بده. خیلی ممنونم از این وقتی که در اختیار من گذاشتی آقای جان. مرسی دماوند عزیز.